مشخصاتشو نوشته؟ چیزی زیادی ننوشته، همون مطالبی که آقای مدرسه میگفت. یه آدم زبونباز و زرنگ. یا واقعا زرنگه یا اینا که به طورش خوردن یکم ساده لوحن. شاید هم هر دوتاش. به هر حال اون میدونسته که سراغ چه خانواده هایی بره. خانواده های کوتاه فکر که فکر میکنن خون خارجی ها از خون ما رنگین تره. جالب اینجاست که هیچ کدومشون هم دربارش تحقیق نکردن. آخه اینقدر خوب نقششو بازی میکرده که اصلا کسی به شک نمیکرده. تازه بعدش هم که میفهمیدن اغلبشون مثل آقای مدرسی برای حفظ آبرو ترجیح میدادن ساکت بمونن. ولی سکته قلبی این آقا اسمش چی بود راستش؟ آقای آهنگرانی، پدر مریم آهنگرانی، دانشجوی سال آخر رشته مهندسی شیمی. بله، سکته قلبی این آقا موضوع ساده نیست. یا اقدام به خودکشی اون دختر، شکوفه هم همینطور. مگه ننوشته بعد از اینکه ماجرا رو فهمیده بود میخواست خودشو بکشه؟ البته دوتاشون هم شکایت کردن، ولی مثل اینکه راه به جایی نبردن تا اینکه با سکته آقای آهنگرانی سر صدای قضیه بلند میشه و کار به مطبوعات میکشه. پس حالا دیگه پای پلیس هم وسطه. ممکنه آقای مدرسی هم بعدش نیاد یه گزارشی به ما بده. احتمالاً هم این کارو میکنه، ولی ما باید به فکر دخترش باشیم. حالش خیلی بدتر شده. خدا بگم بعضی از این پدر و مادرهای سطح اندیش رو چی کار بکنه. از بچگی چنان بوتی از این فرنگستان برای این بچه ها میسازن که اون تفلکی ها حاضرن به هر قیمتی که شده خودشون رو برسونن به اونجا. این دختر بدبخت هم داشته درسش میخونده، اما ببین وقتی که پسر یه سفیر خارجی اومده خواستگاری، دخترشون چنون ذوق زده شدن که دختره رو وادار کردن که از دانشگاه انصراف بده. آقای بابایی میگفت مثل اینکه دانشگاه رفته و صحبت کرده، راضیشون کرده که انصراف رو پس بدن. راستی حبیب به رستورانی که آقای مدرسی آدرس داده بود رفت؟ نه، وقت نکرده. ولی شیرین میگفت که دایی زبی قراره بره چون رستورانو میشناسه. وای خدا رحم بکنه. به کی؟ به دایی زبی؟ نه، به این آقای توماس مورگان. سلام آقا. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. لطفاً بفرمایین اونجا. ببخشید من برای یه سوال اومدم فقط. بله. شما بفرمایید بشینین. از سایه میام خدمتتون به سوالتون جواب بدم. بابتش. خیلی خوش اومدید. پیش قضا چی میل دارین؟ ما حدود 43 نو پیش قضا داریم. ببخشید. من غذا نمیخوام، چه برسه به پیش غذا؟ آقا غذای مخصوص امشب ویردیانا با سس مخصوصه، یه غذای اصل مکزیکی. پیشنهاد میکنم میل بفرمایین چون خیلی لذیذه. ببخشید آقا من فقط برای یه سوال اومدم اینجا. خواهش میکنم بفرمایین، من در خدمتتون هستم. قربون آدم چیزبرم، بفرم بشینین تا بهتون بگم چیه. پس اجازه بدین یه ویردیانا با سس مخصوص بیارم خدمتتون. چشم. آقا ای بابا. نوشه جونت، میخواییم دسر مخصوص ما رو هم امتحان کنیم؟ نه، همین غذا و پیش غذا و همه حرف و سس مخصوص واسه 70 پشتم بسته. مثل اینکه اینجا همه چیز شما مخصوص. بله آقا، یه رستوران مخصوص برای آدم های مخصوص و خوش سلیقه. فرمایش دیگه ای نیست؟ بنده نه جناب عالی. چطور؟ بفرم. این دیگه چیه؟ صورت حساب بردم. خب چرا به زبون آدمیزاد ننوشتی؟ من که خارجه کی بلد نیستم؟ بابا راک و بوزکنده بود چقدر باید پیاده شیم یاد؟ تمومش کن دیگه بابا. قابلی نداره آقا، این دفعه رو مهمون ما باشیم.
اختیار داریم. همین یه دفعه واسه 70 پشتم بسه. 2231 2000 230 برای شما. چه خبر مرد حسابی؟ مگه سر گردن ها؟ آقا قیمت ها اینجا نوشته شده. همه قیمت های غذای ما دولتیه. این عدد بفهمید. ورونیکا با مخلفات 1800، کوجیشان با پنیر و پیتزای مخصوص 1750، مورانوش آقا بابا بس تو حالم به هم خور. مردشون غذا رو برای مامون اسماش کنون. مطمئن باشین غذایی که اینجا سرو میشه جای دیگه پیدا نمیکنی. هر کی یه بار آقا یه بار اومد اینجا برای همیشه مشتری ثابت ما شده. چرا سوال من جواب ندادیم؟ ازتون پرسیدم که اون آقا رو میشناسین، گفتین که نمیدونیم. فراموش کرده بودم. گفتین اسمشون چیه؟ اسمش که نمیدونم، اما یه قد متوسطی داره، موهای بلوند، چشماش آبی، سر آبیه. همیشه هم با یه دختر خانم میاد اینجا، اسمش سیما. آره برفرض که بشناسیم، فرمایش ما با ایشون کاری نداریم، ایشون با ما کار دارن. پس نگران نباشین آقا، خودشون پیداتون میکنن. ده نمی کنم آقا، نمیدونم مدتی من گم شدم، حالیده که خدا نکنه. میگم آقا نکنه بهش بدهکاریم. ای نا از کجا بردی بیشه؟ خود منم یه دو سه تا جنس ازش گرفتم ولی هنوز پولشو نه. خب ایرادی نداره، حالا بگو اینم میشه ردی نشونی چیزی ازش پیدا کرد؟ ای آقا طرف خیلی زرنگ تر از این حرف هاست که بخواد یه ردی یا نشونی اینجا بزن. سال به سالی هم که میاد اینجا هیچکی نتونسته آدرسشو پیدا کنه. ولی پسر خوبیه، اهل این حرفا نیست آقا، مشتریاشو بی خود از دست نمیده. مشتری؟ چی میفروشه؟ سلام علیکم. سلام فرزان. چطوری؟ تو خوبی؟ کارمان چطوره؟ خوبه شکر. چرا؟ آره من یه چند تا چیز یه خورده میدونی خود یه چند تا نوار. خیلی خوش شانسی. اینم بهروز چاپان خودشه نه؟ بهروز خان حلال زاده یا؟ این آقا دنبال شما میگرد، ظاهرن یه پول و پلهی بهت بده کاره. ای بی معرفت، من تو سفارت خونه ها دنبالت میگشتم. برو چرا بینم آقا، برو چرا بینم. سلام علیکم. وای چرا بینم، وای چرا بینم. پس چرا نیومد؟ نمیدونم، تا حالا که بعد قول نبوده. دیدین گفتم بشین، برادرت در باز میکنه. دیر که نکردم. هلو فرندز، مستر ملکی، میس بهار. من مورگانم، تامس مورگان.
Do you enjoy staying in Iran? من خدمت دختر خانم عرض کردم که من فارسی بلدم ولی نه very very good دارم تمرین میکنم. No problem. Let's talk English. I like it. No. با اجازتون من میخوام بازم به تمرین فارسی ادامه بدم. اگر ممکنه فارسی صحبت کنیم. به نظر منم اینطوری بهتره. That's right. Very good. هر طور که شما پس گفتید که 2 سال به ایران اومدید. البته من دائم میام و میرم، اما این بار به خاطر پروژه تحقیقم بیشتر اینجا میمونم. ما بهش میگیم تز. شما تز؟ پایان نامه. پایان نامه. گفتید که زبانهای باستانی میخونید. بله، و پرشن هم یکی از اون زبان هست که خیلی دوست داریم. بهار خانم گفتن که شما در این زمینه studying very خیلی مطالعه داشت و راستش ما قصد داریم که آوریل امسال یک سمینار ایران شناسی در نروژ تشکیل بدیم. اوکی؟ و بسیار خوشحال خواهیم شد اگر شما هم مایل باشید. ما هم با کمال میل میپذیریم که شما تشریف بیارید و ما بتونیم از معلومات شما استفاده کنیم، البته اگر دعوت ما را بپذیرید و به اتفاق خانواده تشریف بیارید به نروژ. اشکالی نداره، حالا انشالله ببینیم تا آوریل چه وضعی پیش میاد. اوکی. ما یک گروپ هستیم در نروژ که خیلی به ایرانی علاقه مند هستیم. خیلی anything of Iran. Very, very. آداب و رسوم، کلچر، فرهنگ بالا داره ایرانی و معلومات و به خصوص people، مردمش فوق‌العاده. Excellent. Excellent. گروه ما قصد داره که در نروژ یک مؤسسه ایران شناسی تشکیل بده و ما بسیار خوشبخت خواهیم شد که اگر در واقع شما به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای مؤسسه اونجا حضور داشته باشید. چون ما همه کارا رو انجام دادیم، فقط دنبال یک ایرانیان پروفسور میگشتیم که در هیئت مدیره حضور داشته باشه و به قول یکی از ضرب المثلی که من تازه یاد گرفتم، ورک رو باید دست کاردان سپورت کار رو سپورت همچین چیز. چه کسی بهتر از شما؟ ببخشید آقا. بله آقا. یه دقیقه موبیلت بده ما یه شماره بگیریم. آخه من کار دارم داداش من. کار دارم چی آقا؟ مسئله مرگ و زندگیه. بفرمایید. دست شما در نکنه. بگم شماره چیکار کنم؟ خودت تلفن بگیر. بعد شماره بگیر. این مؤسسه زیر نظر بخش کالچورال سفارت هستش. همه کاراش انجام شده و اگر شما هم مایل باشید میتونید به ما ملحق باشید، چون من فکر میکنم برای هر ایرانی اصیل و با فرهنگ همیشه جا هست. منظورتون چیه؟ گروه ما همه در سود و عواید این مؤسسه شریک هستن و اگر شما هم تمایل داشته باشید میتونید با یک سرمایه گذاری بسیار سمال و اندک در بخش فرهنگی سفارت و همینطور با ما شریک بشید. البته ما سعی خواهیم کرد که کتاب ها، بوکس، کست و نمایش ها و تمام آثاری فرهنگی ایران رو در نروژ عرضه کنیم. مطمئنم که فروش بسیار خوبی خواهد کرد. فکر میکردم کارتون فرهنگیه. Of course. در واقع یکی از کارهای فرهنگی ما هستش. من برنامه زیادی دارم. اولین برنامه اینه که با یک خانواده اصیل ایرانی هم عضوی کنم، هم خانواده. چطوری؟ خب مریج، ازدواج و به قول شما البته انشاءالله. اوکی. اینجا کسی توش نی؟ الو شیرین توی؟ ها زبون نریز گوشی رو. آقا بابایی. آره آقا بابایی چاکرم. ببین من رد میشو تا یه مجتمع پیدا کردم، اما نمیدونم کدوم طبقه و واحد رفت. حالا تکلیف با چیه؟
باشه، خیلی خوب، برو بپرس. آقا بگی برو، برو بابا، سست گره ممکنه تیراندازی بشه. من بگیریم ببینیم خب برای چی با موش زده رو تابوت؟ تابوت نه دختر، کاپوت ماشین. داخل مرغ از قفس پرید. با خدا وکیلی پام سر شده بود از بس که اونجا اینه میخ بایستده بودم. گفتید پیش خدمت های رستوران میشناختنش؟ آره بابا، براشون نوار میبره میاره خانم دکتر. پس آدرسشو دارن؟ گمون نکنم، طرف اینقدر زیرنگه که به این آسونی ها دم لای تله نمیده. بس میمونه یه مجتمع مسکونی 10-12 طبقه که هر طبقهش هم چند تا واحد داره. شاید هم خونهش اونجا باشه، شاید هم اون برا نوار میبره میاره، شاید هم خونه یکی از شکاراش باشه. چیه دایی جان؟ چی؟ دکتر شما سروان اردلان رو یادتونه؟ که توی اداره آگاهیه؟ آه بله، من میگم بد نیست با اونم یه مشورتی بکنیم. کاملا موافقم، تو این ماجرا بهتره هر کسی کار خودش انجام بده. پیگیری دقیقه این مسئله که کار ما نیست. اما دکتر گیر انداختن اون با منه. What am I doing here? خب because I love داو که برای فرهنگ نمیگه، because I like your Iranian culture and I want to be here because I like your Iranian culture. Questions. It is hot. خیلی داغه. دوست دارم اینجا رو که What am I doing here? It's very interesting. چی میخوای؟ باز چه کلکی تو کارته؟ گفتم چی میخوای؟ برای چی زبان میخونی؟ باز میخوای سر کدوم زبان بسته ای رو کلا بذاری؟ من تو این خونه حق درس خوندنم ندارم؟ درس چرا؟ ولی تقلب نه، تو اهل درس خوندن نبودی. باز چه کلکی تو کارته؟ میخوام از ایران برم مامی. I want to be go away. آره اینه. شوخی میکنی؟ شوخیم کجا بود؟ مگه همیشه دلت نمیخواست من یه سر و سامونی بگیرم؟ خب میخوام برم دیگه. با کدوم پول؟ پول؟ I have خیلی very very money mommy. بدون این چی؟ یعنی پولشو جور کردم. That will be okay. سمون درسته؟ That will be okay. Yes مامان. مسخره. Good night. برادرت دیر کرد.
برادرم آره، اما توماس نه، اون مثل همیشه سر وقت میاد. من چی سوال میکنم تو چی جواب میدی؟ سعید قرار نیست امشب زود بیاد. قرار نیست؟ نه، قراره بره خونه خاله اسمتینا با مامان و بنفشه، از اونجا با هم بیام. خب شاید توماس بخواد یه حرفایی مطرح کنه. گفتم اگه سعید باشه موضوع به طنز و لودگی کشیده میشه. شما که پسر کمدینتون رو خوب میشناسین. منظورت از حرفای دیگه خواستگاریه؟ خب منم. توماس، پلیز اوپن دی دور. بسیار خوب، very good. اما بالاخره در مورد مؤسسه do you think فکر کردید؟ بله. اوکی، very nice. result نتیجه چطور؟ البته اگر به کارم در ایران لطمه نزنه با کمال میل. اکسلنت، عالیه. من خیلی خیلی خوشحالم که این جمله رو میشنوم. میگن که جای بسی هوپ، امیدواریه. بسیار خوبه، خیلی عالیه. اما در مورد سرمایه گذاری هم شما فکری کردید؟ هنوز نه. باید دید که این سرمایه گذاری به چه شکلی میخواد انجام بشه. نو پرابلم، اصلا نگران نباشید. شما فقط سرمایه رو تعیین بفرمایید، خروج دلارها با من. میدونید که ما در داخل سفارت هیچ منع قانونی نداریم در مورد این مسائل. بسیار راحت این کارها رو ما میتونیم انجام بدیم. خب شما چقدر میتونید دلار سرمایه بذارید؟ چقدر بذاریم خوبه؟ میل خودتونه، مهم نیست، ولی هرچی بیشتر بهتر. شما هرچقدر که سرمایه بگذارید، مهریه یه بهار خانم هم همونقدر خواهد بود. به این میگن یک قرارداد فرهنگی. البته اگه بهار خانم به من اجازه بدن. نمیدونستم که نروژیان به مهریه اعتقاد دارن. اعتقاد که نه، این یک رسم و رسومه در ایران. درسته که من احترام میگذارم، بله. کاش یه کمی هم به خودتون احترام میذاشتید. بله. بله. Don't understand. شما چی میگید استاد؟ پس به جز yes و no چند تا کلمه دیگه هم بلدی؟ No problem. I like Iranian cultural. Very, very. من متوجه نشد شما چی گفت استاد. پسر سفیر نروژ، یک نکته رو فراموش کردی. سفیر نروژ در ایران اصلا پسری نداره. اگرم داشت زبون انگلیسیش به ضعیفی تو نبود. کلاه بردار. چی دارین میگین پدر؟ اولش فقط شک کردم تا اینکه این خبر رو خوندم. خواستم مطمئن بشم که این رزل میخواد از منم اخاذی کنه. دست رو بکن، 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 دست
تو را با پدرت یل کن. ای بابا سرخان ارزنان هستم از سرخان جناب سرم لاغل بذاری لحظامو در بیارم چشمان داره میسوزه. چشمات میسوزه ها؟ میدونی دل چند تا خونه مادر رو سوزوندی؟ ببرینش آبی آفت. شما که طوریتون نشون نه بابا جام سربان. آقای بابایی؟ بله؟ تلفن. اومدم دایی جان گوشی؟ صداشون کردم دارم میام گوشی من بله علیک سلام چه خبر؟ خب عجب پس بالاخره کار خودتو کردی. خوبه حالا کجا بردنش؟ سب کن من آدرس رو بنویسم. آره گوشی رو نگه دار. خیلی ممنون. بگو آدرس رو. خب آل سمت جا. خیلی ممنون. آره خیلی ممنون. نه من همین الان حرکت میکنم. آره خدا نگهدارت باشه. تشریف میبری؟ بله خانم. راستی داشت یادم میرفت اگر دکتر علی آبادی یا دکتر آبدینی اومدن این آدرس رو حتما بهشون بده. نیروی انتظامی منطقه 4 بیان اینجا؟ نه فعلا معلوم نیست. فقط بگین یارو رو گرفتن. البته به کمک دایی شلوک شما. توماس مورگانو؟ نه بهروز چاخانو. بدم میاد از این درس خونده هاشون بدم میاد. این یکی دو یکی دونده هاشون بدم میاد. از این عزیز دردونه ها بدم میاد. مخصوصا میرفتن سراغ بالا بالایی هاشون خواستن تغییرشون کنن. خواستن بدونن همین آقا بهروز یه علاقه با همین بهروزی که میگی کله کشی ها همین آقا بهروزی که بی سواده همین آقا بهروز میتونه گنده تراشون هم فیلم کنه گول بزنه سوسکشون کنه تانه باشن به خاطر یکی کتا کلاس درسی که خوندن فخر نفروشن خدا پولای مدرسی رو دست نزدم میخواستم همه رو پس بدم بابا هم کلی که بود خیلی دوستم بود میگفت این بچه دل مهربونی داره منو میگفت میگفت بزرگ شدی چی نمیشه بگیر اونو بگیر مادرم این شخص من خوشش نمیومد واسه اون فقط داداشم و خواهرم آدم بودن همه شلو را فوش میدم تغییر میکرد میگم کلی کچی خد گفت که منو به لش میکردم و بیشتر از دست بدم میومد از بخت قدر داداشم اینا این تورتو پیس میوردن خونه بناخره درست رو کردم. خدا همینطوری واسه شوخی واسه خنده خواستم بگم اگه مثلا من خارجی هم بگم مثلا چه دارم پسر سفیر نروژ هم چه اتفاقی میفته اصلا ببینم آقا میبینن همه ببینن که آقا اصلا من یه چیزی میتونم باشم یا نه میاد یه چیزی باشم میاد یه نمیاد نه آقا مردم قبل از اینکه خودت بخواهی خیلی چیزا رو باور میکنه خب منم به ریششون میخندیدم دیگه چی کنم
نه آقا شما بودی نمیخندی. نه 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 واقعا میگم نمیخندیدی شما. آقا دکتر ما هست چه کفر دومی که میزن به خدا همین بیروز جمعه هم بیروز کله کچی بخش کار میکنه بخش کار میکنه تو رو خدا کمکش کنیم خانم دکتر. اون پدر نداره، هیچ کس رو نداره، قاضی دادگاه هم هیچ جوری باور نمیکنه که اون مریض. شما که میدونی، شما به قاضی بگین که اون مریض. تو رو خدا کمکش کنیم. آروم باشین خانم شکری، ما هر کاری از دستمون بر بیاد براش انجام میدیم، ولی شما هم باید به ما کمک کنید. بگی چی کار کنم؟ هر کاری بگی میکنم، ولی صبح که تلفنی خدمتتون گفتم من پول چندانی ندارم، اما حاضرم هر چی دارم بفروشم. ولی من منظورم پول نیست، ما خودمون خواستیم به بهروز کمک کنیم، چون فکر میکنیم اون به خاطر هوش زیادی که داره سزاوار نیست گرفتار چنین سرنوشتی بشه. هوش؟ بهروز؟ اشتباه میکنین خانم دکتر، اون پسر مغزش معیوبه، از بچگیش هم همینطور بوده. خواهر و برادرش چرا باهوشن، ولی اون هیچی تو کلش نمیره، گچه خالصه. در خصوص همین نکته است که باید به ما کمک کنید. اولین قدم اینه که بهروز رو باور کنید، قبل از اینکه قاضی دادگاه، مردم یا مطبوعات این کارو بکنن. اون فرد باهوشی خانم شکری، و این حق الهی رو داره که زندگی سالم و بهتری داشته باشه. اون اگه آدم باهوشی بود که دست به یه همچین کارایی نمیزد. یه بیمار باهوش خیلی بیشتر از یه بیمار معمولی به خودش و به دیگران صدمه میزنه. همه ما باید سعی کنیم اونو از این بیماری نجات بدیم. خب دقیقاً بگین من باید چیکار کنم؟ باید براش مادری کنید. پس فکر میکنین من تا حالا براش بشین. ایشون خانم دکتر آبدینی و ایشون آقای بابایی هستن، برای کمک به تو اومدن. سلام بهروز. سلام. کمک؟ شما میخوای به من کمک کنی؟ اگه شما بخواین، بله. من کمک نمیخوام. صبر کنید. کدومتون نمیخواد؟ یعنی چه؟ شما که میدونی من کدوم یکیم. من میدونم، ولی خودتونم میدونید کدوم یکی؟ بهروز شکری؟ توماس مورگان؟ یا نمیدونم بهروز شاخوان؟ برای شما چه فرقی میکنه؟
برای من ممکنه زیاد فرق نکنه، ولی برای شما قطعا فرق میکنه. شما اگر بهروز شکری باشید حتما کمک ما رو میپذیرید. من به ترحم کسی احتیاج ندارم. من نمیخوام به کسی ترحم کنم. بهروز شکری پسر باهوشیه که اگر بخواد پیشرفت کنه تواناییشو داره. ترحم من برای شخصیت‌های دیگه‌ای که برای خودتون به وجود آوردین، همونایی که به این پسر چنگ انداختن و اذیتش میکنن تا بهش ثابت کنن هیچی نیست، هیچی نبوده و هیچی نخواهد بود. و این غلطه. غلطه؟ آخه کجاش غلطه؟ غلطه. من به کمک همکاران به شما ثابت میکنم. فقط باید بخوای. شما چیز رو از دست نمیدین. تنها چیزی که از دست میدین شخصیت‌های کاذبی مثل توماس مورگان و بهروز چاخانه. خدا حفظ خانم دکتر. یه دختر دچار بیماری روحی شده، یکی دیگه خودکشی کرده، یه پدر ورشکست شده و یه پدر سکته کرده، اینو کافی نیست؟ تا کی میخواید از هوشتون برای کارهای شر استفاده کنید؟ فقط یه لحظه تردید کنید. از خودت بپرس بعدش چی؟ آخرش چی؟ اون وقت اگر خواستی بعد از پدرت برای دومین بار تو زندگیت به کسی اطمینان کنی به ما تلفن بزن. سروان اردلان تلفن ما رو داره. مطمئن باش ما تا آخرش کنارتیم. خدا نگهدار. خداحافظ. بهتره در مورد صحبتاش بیشتر بشه. از همکاریتون ممنونم جناب سرور. تمنا میکنم. کاری نکردیم. فعلا خداحافظ. خدا نگهدار. متشکر. لطف کردید. خدا نگهدار. خوش آمدید. خوش آمدید. خانم با شروع قصه ها زیر این چرخ کبود، توی اون تنگ قرون یکی بود هیچی نبود، یکی بود دیده نشد مثل خواب یک صدا، میونه قصه که بود از من و از تو جدا. جوانی پیر میشیم به جای فرصتامون واسه فردا دیر میشیم، بشنویم قصه ها رو
زودتر از گفته شدن بسه دیر شدن بسه خودتو به خواب نزن وقتی که وقتای ما بسه داشتن نباشه رفتن و رفتنمون نرسیدن باشه باید آب بشیم و بعد برسیم به تشنگی آخرین فرصت ما همینه تو زندگی تو کجایی خود من کمکم کن بمونم قصه بودنم و تا که هستم بخونم